فوریه 1932 به زندگی من پا گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد بیش از یک چهارم قرم بیش از 9000 روز درد ناک و از هم گسیخته از آن هنگام گذشته است روزهایی که رنج درونی یا کار بیامید آنها را هرچه تویی تر می کرد. سالها و روزهایی که برخی از آنها پوچتر از برگای پوسیده درختی خشک بود روز و ساعتی را به یاد میآورم که برای نخستین بار چشمم به پسری افتاد که از آن پس مایه بزرگترین شادمانی و نیز بزرگترین سرگشتگی من شد. ساعت سه بعد از ظهر روزی تیره و گرفته از زمستان خاص آلمان بود. دو روز از شانزدهمین سالگرد تولدم میگذشت. در دبیرستان کارل الکساندر اشتوتگارت بودم که معروفترین دبیرستان منطقه ورتنبرگ بود. و تاریخ بنیانگذاری آن به سال 1521 می رسید. یعنی سالی که مارتین لوتر با شارل پنجم سرور امپراتوری مقدس و شاه اسپانیا رو, در رو شد. همه جزئیات آن روز را به یاد می آورم. کلاس با میزها و نیمکتهای چوبی سنگین بوی تند چهل بالا پوش زمستانی نمناک لکهای خیس برت آب شده بر زمین و چهارگوشهای زرد بر دیوارهای خاکستری که از تصویرهای گیوم و قیصر و شاه وورتنبرگ که پیش از انقلاب به دیوار بیختن به جامانده بود. هنوز هم می توانم چشمانم را ببندم و تصویر همشاگردی هایم را که از پشت میز میدیدم در برابر خود مجسم کنم. بسیاری از آنها بعدها در زمین های روسیه جان باختند. هنوز صدای یعصامیز هرزی مرمان را می که محکوم بود عمری را با آموزگاری بگذراند و به این سرنوشت خود با بردباری غمالودی تن داده بود. زرد چهره بود و موها و سبیل و ریش نکتیزش به خاکستری میزد. از پس اینک پنسی که روی نوک بینیش نشسته بود، همه چیز را با حالت سگ بلگردی که در جستجوی غذا باشد نگاه میکرد. با آنکه که بیشک بیش از پنجاه سال نداشت، به چشم ما هشتاد ساله میامد. ما همه تغییرش میکردیم. زیرا مهربان و فروتن بود و بوی خاص مردمان فقیر را میداد. شاید خانه دو اتاقهش حمام نداشت. سرتاسر سر, سر پاییز و زمستان طولانی را کچلواری وصل پینه شده میپوشید که رنگی سبزگونه داشت و برق میزد. یک دست کت دیگر داشت که در بهار و تابستان می رفتارمان با او تحقیرآمیز و گاه بیرحمانه بود. بیرحمی سنگدلانهی که نوجوانان مرفع در رفتار با توی دستان، پیران و انسانهای بیدفاع از خود نشان میدهند. روز تیره تر می شد اما هنوز آنقدرها تاریک نشده بود که چراغهای کلاس را روشن کنند. از پس پنجره هنوز کلیسای پادگان به روشنی دیده میشد روی دو برج کلیسا که سینه آسمان را می شکافت، برف نشسته بود آن ساختمان زشت اواخر قرن نوزدهم را کمی زیبا می کرد. تپهای های پیرامون نیز زیبا بود. در پس این تپه که شهر زادگاه مرا در بر گرفته بود، گویی جهان پایان می گرفت و افسانه آغاز می شد. خوابم گرفته بود و روی کاغذ خرچنگ بود باقی می کشیدم. خیال بافی می کردم و گهگاه تاری از موهایم را می کندم تا بیدار بمانم. در همین هنگام در زدند. پیش از آن که هرزی فرصت کند و بگوید بفرمایید رئیس دبیرستان وارد شد. اما هیچ کس او را که مردی ریز نقش و شق و رق بود نگاه نمی کرد. همه نگاه ها به سوی پسر ناشناسی برگشته بود که پا به پای او می آمد. همان گونه که فدان به دنبال سغرات می رفت. همه به او خیره شده بودیم انگار که شبه ای را می دیدیم. شاید آنچه بیش از هر چیز دیگر بر همه و از جمله من تأثیر گذاشت نه حالت سرشار از اتقای به نفس ظاهر اشرافی و لبخند اندکی تحقیرآمیز او بلکه برازندگیش بود شیوه لباس پوشیدن ما چنان بود که از ما مجموعه بد لباس و بیزرافت می ساخت. احساس بیشتر مادران ما این بود که هر لباسی به شرط آنکه از پارچه محکم و با دوام ساخته شده باشد برای مدرسه مناسب است. لباسهایی که به این امید خریده میشد که تا هنگامی که برای ما کوچک نشده دوام آورد اما لباس او چنین نبود شلواری خوشدوخت با اتوی بینقص به پاداشت که پیدا بود همچون شلوارهای ما دوخته خریده نشده است کت بسیار برازندهاش از پارچه جناقی و به رنگ خاکستری روشن و بدون شک انگلیسی اصل بود پیراهن آبی روشنی به تن داشت و کراواتی ای، با خالهای سپید بسته بود. کراوات های ما پیش کراوات او کسیف و چرب و نخنما جلوه می کرد. با آنکه هر نوع کوششی برای خوشپوشی به نظر ما حرکتی زنانه می رسید به او که تصویر کامل برازندگی و تشخص بود غبته می خوردیم. پروفسور یک راست به سوی هرزی مرمان رفت و چیزی در گوش او زمزمه کرد و خارج شد. بیان که ما توجهی به او کرده باشیم. زیرا نگاه هممان به طرف تازه وارد بود. او آرام و بی حرکت بی هیچ نشانه ایستاده بود. چون این می نمود که از ما مسنتر و پخته تر است و تصور اینکه او شاگرد تازهی برای کلاس ما باشد مشکل بود. تعجبی نمی کردیم اگر به همان گونه که ساکت و اسرارآمیز وارد کلاس شده بود بیرون می رفت. هرزی مرمان پنسی خود را بالا کشید و با چشمان خسته کلاس را از نظر گذراند. یک جای خالی درست جلو من پیدا کرد. از سکو پایین آمد و در میان حیرت همه ما تازه وارد را تا جایی که برای او در نظر گرفته بود همراهی کرد. سپس به سکو برگشت. پس از آنکه روی صندلی خود نشست خطاب به تازه وارد گفت ممکنه خواهش کنم نام، نام خانوادگی و محل تولدتون رو بگید؟ جوان بلند شد و گفت گراف فان هوهنفلس کنراد متولد ژانویه 1916 محل تولد بور کوهنفلس و نشست به این نوجوان عجیب که درست همسن من بود خیره شد انگار که از دنیای دیگر می آمد. و این بدان خاطر نبود که عنوان کنت داشت چند همشاگردی با عنوان فون داشتیم اما به نظر نمی رسید با ما که پدرانمان بازرگان، بانکدار، کشیش، خیاط، یا کارمند راهن بودند تفاوتی داشته باشند. یکی از همشاگردی های فون بود که پدرش افسری بازنشسته بود و نمی توانست غیر از مارگارین چیز دیگری برای خوراک بچه هایش دست پا یکی دیگر باران فون بود که پدرش کاخی داشت. یکی از اجداد این مرد به خاطر بعضی خدمات مشکوک در حق یک دوک عنوان اشرافیت یافته بود. حتی یک شاهزاده هم به عنوان پرنس داشتیم منتها چنان احمق بود که حتی اصل و نصب شاهزادگیاش هم نمیتوانست مانع از آن شود که همه مسخرهاش کنند اما عنوان جوان تازه وارد چیز دیگری بود سرگذشت خاندان هوهنفلس بخشی از تاریخ ما بود درست است که کاخشان داشت رو به ویرانی میرفت و از پس برجهای در هم شکسته آن نوک کوها دیده میشد اما شهرت خانواده همچنان پابرجا بود خود من با کارهای این خانواده به اندازه کارهای هانیبال و سزار آشنایی داشتم. یکی از هوهنفلس ها در سال 1190 هنگامی که میخواست فردریک اول را از دست آبهای خروشان در آسیای صغیر نجات دهد کشته شد. یکی دیگر از این خانواده دوست فردریک دوم معروف به اوجوبه جهان بود و در نوشتن کتاب فن شکار پرندگان به او کمک کرد و دست آخر هم در میان بازوان امپراتور جان داد. یکی دیگر از این خانواده فرانسوای اول پادشاه فرانسه را به اسارت گرفت و کشته شد. دو برادر از این خانواده در نبردی عظیم میان آلمان و فرانسه کشته شدند. نخست برادر جوانتر کشته شد و سپس برادر دیگر که میکوشید جسد او را به جایی مطمئن ببرد خود نیز جان باخت. و اکنون یکی از اعضای این خاندان نامدار در کلاس من در فاصله پنجا سانتی هم در برابر چشمان کنجکا و حیرت زده هم نشسته بود کوچکترین حرکاتش رو دنبال میکردم چگونه کیف واکس زده خود را باز میکرد و چگونه دستای سفید و بسیار پاکیزه خود را به سوی کیف برد دستایی که آنقدر با دستای بیزرافت و آلوده به جوهر من متفاوت بود قلم خود و مدادهای خود را که به خوبی تراشیده شده بود بیرون کشید و دفترچه خود را باز کرد. هر آنچه میکرد به کنجگاوی من دامن میزد. با چه دقتی مداد را در دست میگرفت. چه راست و باوقار نشسته بود. انگار که هر لحظه ممکن بود از جا برخی زد و خطاب به ارتشی ناپیدا فرمانی صادر کند. با چه حالتی دست در میان موهای بور خود میکرد. تنها هنگامی چشم از او برداشتم که او نیز همچون دیگران خسته شده بود و در جا می جنبید و صدای زنگ تفریح را انتظار می کشید. چهره غرورآمیزش را که خطوطی بسیار زیبا داشت تماشا میکردم کردم. که هیچ کدام از شیفتگان هلن تروا او را با این همه توجه نگاه نکرده بود و در برابر او تا این حد به خاری خود پی نبرده بود. من که بودم که به خود جرأت دهم و با او حرف بزنم. منی که پسر یک پزشک یهودی بودم و پدرانم همه خاخام، کاسب، و فروشنده احشام بودند به این پسر که موهای طلایی داشت و تنها نامش تا آن حد احترام و ترس مرا برمیانگیخت چه می توانستم عرضه کنم و او که سرشار از افتخار بود چگونه می توانست کمروی غرور و زودرنجی و ترس از سرخوردگی مرا درک کند میان او کنراد فون هوینفیلز و من هانس شوارتز که از اتکاب نفس و برازندگی و تشخص آری بودن چه چیز مشترکی وجود داشت؟ شگفت که تنها من نبودم که در حرف زدن با او دچار دست باچگی می به نظر می رسید که تقریبا همه خود را از او کنار می کشند. هم های من عموما در رفتار و گفتار خود خشن و بیادب بودند و همواره به یک دیگر لقب های زشتی مثل ساس و خوک و سوسیس و کلپوک می دادن. با دلیل و بیدلیل با یکدیگر دیگر کلنجار می رفتند. اما همشان در برابر او ساکت و دست میشدند می شدند و هر بار که او از جای خود بلند می شد یا به طرفی می رفت خود را از سر راه او کنار می کشیدند. چون این که آنان نیز همه تحت تاثیر او هستند. اگر یکی از ما جرأت می کرد که مثل هوهنفلس لباس بپوشد همه بیرهمانه مسخرهش می کردند. می گفت حتی هرزیمرمان نیز می ترسید مبادا کاری کند که به او بر بخورد. دیگر اینکه او در انجام تکلیف های شب خود بسیار دقت و زرافت به خرج می داد. مرمان معمولا به این بسنده میکرد که در هاشیه تکالیف من عبارات کوچکی از این قبیل بنویسد. جمله ناقص است. این یعنی چه؟ خیلی بد نیست. یا لطفاً بیشتر دقت کنید. اما در هاشیه تکلیف های او توضیحات و تذکراتی چنان مفصل نوشته میشد که بدون شک هاکی از آن بود که آموزگار ما وقت و زحمت بسیاری را صرف آن میکند ظاهرا او به انزوای خود چندان اهمیت نمیداد شاید عادت داشت اما هرگز کوچکترین نشانه از خود ستایی و فخر فروشی در او دیده نمیشد و هیچگاه بران نبود که خود را تافته جدا بافته بداند مگر در یک مورد در رفتار با ما همواره بسیار معدب بود. هر بار که چیزی به او می گفتیم لبخند می زد و هنگامی که کسی می خواست از کلاس بیرون برود در را برای او باز نگه می داشت. با این همه به نظر می رسید که بقیه از او می ترسند. گمان من این است که دیگران نیز چون من به خاطر استوره خاندان هوهنفیلس در برابر او خجول می شدند و دست و پای خود را گم می کردند. پرنس و بارون هم در آغاز خود را از او کنار میکشیدند اما یک هفته پس از آمدنش دیدم که همه شاگردانی که عنوان فون داشتند در زنگ دوم تفریح به او نزدیک شدند. اول پرنس و بعد بارون و دیگران با او سر صحبت را باز کردند. توانستم تنها چند کلمه از گفتگوی آنها را بشنوم. نامهایی را بر زبان می که ظاهرا برای همشان آشنا بود. بعضی از نامها خنده همشان را به دنبال آورد و برخی دیگر را با احترام هرچه تمامتر ادا کردند. تقریبا زیر لب گفتند انگار که در حضور یک شخصیت شاهانه حرف می زدند. اما به نظر می رسید که این گفتگو راه به جایی نبرد. پس از آن هر بار که به همدیگر می رسیدند تنها سری تکان می دادند و لبخند به هم می زدند و چند کلمه ای رد و بدل می کردند. اما کنراد بیشتر از پیش خود و متین جلبه می کرد. چند روز بعد نوبت خاویار کلاس شد. این لقب را به سه نفر یعنی رویتر، مولر و فرانک داده بودند. زیرا خود را از دیگران کنار کشیده هر سه با هم یک دسته جداگانه ساخته بودند. چون فکر می کردند که تنها خودشان در آینده ترقی خواهند کرد. به تئاتر و اوپرا می رفتند. کتاب های بودلر و ریلکه را می خاندند. از پارانویا و این گونه مقولات حرف میزدند، از کتاب های درونگرایانه کیف می کردند و طبعا هر کدام دیگری را نابغه میدانستند. پدر فرانک کارخانهدار ثروتمندی بود و به طور مرتب در خانه او جمع می شدند. در آنجا با بعضی مردان و زنان هنرپیشه و خانمهایی که با محافل ادبی رفت آمد داشتند و دلشان میخواست نویسنده شوند و نیز با نقاشی که گهگاه به قول خودش برای دیدن دوست عزیزش پابلو به پاریس میرفت آشنا می شدند. هنر ها را با اسم کوچکشان صدا می زدند و چون به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که کسی با عنوان فان هوهنفلس برای محفلشان بسیار مناسب است به سراغ او رفتند. فرانک که کمتر از بقیه دست و پای خود را گم کرده بود هنگام خروج از کلاس خود را به او رساند. منمن کنان چیزهایی درباره محفلها و جلسات شعرخانی به هم بافت و گفت که بسیار سرفراز خواهند شد اگر او هم به محفل ادبی آنان بپیوندد کورنفلس که تا آن زمان لقب خاویار به گوشش نخورده بود معدبانه لبخندی زد و گفت که فعلا به شدت گرفتارم و آن سکلاش را سرخورده به جا گذاشت درست به یاد نمیآورم که در چه روزی به این نتیجه رسیدم که کنراد باید دوست من باشد اما شک نداشتم که چنین خواهد شد تا پیش از آمدن او من هیچ دوستی نداشتم در کلاس من هیچ کس نبود که با برداشت ایدئالی و افثانهی من از دوستی منطبق باشد کسی که من به راستی دوستش داشته باشم کسی که آماده باشد جان خود را فدایش کنم و بتماند آن یک دلی از خودگذشتگی و وفاداری مطلق را که من میخواستم به من عرضه کنم همه به نظرم آدم های مرفع و کوته فکر کما بیش کودن و مهمل می رسیدند و اعضای دست خاویار نیز استثنا نبودند. بیشترشان مهربان بودند و با آنان روابط خوبی داشتم. اما همانطور که من علاقه خاصی به آنها نداشتم، آنها نیز چندان علاقه به من نشان نمیدادند. هرگز به خانهشان نمی رفتم و آنان نیز به خانه ما نمی آمدند. شاید دلیل دیگر سردی من نسبت به آنان این بود که همشان رویه حسابگرانه ای داشتند و از همان هنگام می که در آینده چه کار خواهند شد. وکیل، افسر، استاد دانشگاه، کشیش، بانکدار. تنها من بودم که هیچ نمی چه خواهم شد. تمایلات بسیار نامشخصی داشتم و به خیال بافی بسنده می کردم. تنها یک آرزو داشتم و آن اینکه بسیار سفر کنم. و فکر میکردم که روزی شاعر بزرگی خواهم شد. در نوشتن عبارت دوستی که آماده باشم جان خود را فدایش کنم دو دل بودم. اما پس از گذشت سی سال هنوز معتقدم که گذافه نمیگفتم و به راستی آماده بودم که حتی با خوشحالی به خاطر یک دوست بمیرم. همان گونه که شعار مرگ در راه آلمان به نظرم طبیعی می مرگ در راه دوست را هم شیرین و زیبا می دانستم. در میان جوانان شانزده تا 18 ساله اغلب بیگناهی ساده لوحانه و پاکی و صفای جسمی و روحی با نیازی پرشور به از خودگذشتگی مطلق و بیچشم داشت در هم می این مرحله اغلب زود گذر است. اما بدان خاطر که مرحله شورانگیز و یگانه است به صورت یکی از گرامی ترین تجربه های زندگی در خاطر می ماند. تنها چیزی که می دانستم این بود که کنراد روزی دوست من خواهد شد همه چیزش مرا به سوی او می کشید. پیش از هر چیز نام پر افتخارش که در چشم من او را سرامده همه می کرد. و بعد رفتار بزرگ حرکاتش و برازندگی و زیباییش و به راستی چه کسی می تواند در برابر اینها بی تفاوت بماند همه اینها موجب می شد من فکر کنم سرانجام کسی را پیدا کردم که با تصویر ایدالی که من از یک دوست داشتن منطبق است. مشکل این بود که چگونه او را به سوی خود جلب کنم. چه چیزی می توانستم به او ارائه کنم؟ او که معدبانه اما قاطعانه دوستی اشرافزادگان و دسته خاویار را پس بود. چگونه می توانستم دل او را به دست بیاورم در حالی که موانع سنتی و نیز غرور طبیعی و سرافرازی اکتسابی او نمیگذاشت که به او نزدیک شوم از این گذشته به نظر می رسید که از تنهایی و کنارگیری از دیگر شاگردان کاملا راضی است و تنها هنگامی که لازم باشد با دیگران در می آمیزد. چگونه می توانستم او را به سوی خود جلب کنم؟ چطور می توانستم خود را در میان آن گروه بیرنگ و بو شاخص کنم و به او بپذیرانم که تنها من باید دوست او باشم؟ این مسئلهی بود که برای آن هیچ راه چاره روشنی نمیافتم. تنها به طور غریزی میدانستم که باید خودم را سرامد دیگران نشان دهم. به یک باره به همه آنچه در کلاس میگذشت علاقه من شدم. معمولا خوشحال بودم از اینکه گوشگیری کنم و به خیال بافی بپردازم. اعتنایی به مسائل و مشکلات دوربر نداشته باشم و منتظر باشم که صدای زنگ مرا از کارهای شاق کلاس آزاد کنند. پیش از آن هیچ انگیزه ای نداشتم که توجه همشاگردی هایم را به سوی خود جلب کنم. پیش خود می گفتم که چون بدون زحمت چندانی در امتحانات موفق می شدم، برای چه خودم را به دردسر سر بیندازم. چه لزومی داشت که بخواهم توجه و علاقه دبیرانمان را که می گفتن در مدرسه نه درس که زندگی می آموزیم را جلب کنم. حالان که به نظر من عکس آن درست بود. این بود که به تکابو افتادم. هر بار که فرصتی برای ابراز وجود پیش می آمد خودی نشان میدادم. درباره مادام بواری و اینکه آیا هومر به راستی وجود داشته یا نه بحث میکردم. به شیلر می تاختم. هاینه را شاعری پیش پا افتاده و بازاری می خاندم. و هولدرلین را بزرگترین شاعر آلمان و حتی بزرگتر از گوته عنوان میکردم. به گذشته که فکر می میبینم می بینم که این کارهایم تا چه حد بچگانه بود. با این همه به شدت بر دبیرانم اثر میگذاشت. و حتی توجه دسته خاویار را هم جلب میکرد نتیجه این کار چنان بود که خودم هم تعجب کردم دبیران که از من دلسرد شده بودند ناگهان به این نتیجه رسیدند که زحماتشان بی سمر نبوده است از این رو با امیدی تازه و خوشحالی تأاثرآور و تقریبا رقتانگیزی به من رو آوردند از من خواستند تا صحنههایی از فاست و حملت را ترجمه و تفسیر کنم و من این کار را با شوق بسیار انجام دادم و فکر میکنم که چندان ناموفق هم نبودم زمینه دیگری که در آن به کوشش پرداختم ورزش بود در آن هنگام دبیران ما ورزش را چیزی زاید میدانستند به نظر آنان به دنبال توپی دویدن و آن را لگت زدن کاری که در آمریکا و انگلیس رواج داشت مایه اطلاف وقت بود به اعتقاد آنان هفته ای دو ساعت ورزش از زیاد هم زیادتر بود مکس لوهر دبیر ورزش ما که لقب ماکس ازوله را داشت مردی کوتاه قد و قوی و پر و صدا بود و با هر رنج و مشقتی میکوشید در همان هفته ای دو ساعت تا حد امکان عضلات ما را قوی کند برای این کار از سه وسیله شکنجه که در همه جهان متداول است استفاده میکرد بارفیکس پارالل و خرک شیوه همیشگیش این بود که ما را مقداری دور سالن ورزش میدواند و بعد به نرمش با می‌داشت. سپس به سراغ وسیله مورد علاقهش که بارفیکس بود میرفت و چند حرکتی را به ما نشان میداد. حرکاتی که برای او مثل آب خوردن بود اما برای اکثر ما از آن مشکلتر امکان نداشت. معمولا از یکی از ورزیده ترین شاگردان میخواست که حرکاتی را که خودش انجام داده بود تکرار کند و گاهی مرا انتخاب میکرد. اما در ماهای اخیر اغلب آیزمان را صدا میزد. او شاگردی بود که دلش میخواست خودی نشان بدهد و افسر ارتش بشود. اما آن بار عزم کرده بودم که پا به میدان بگذارم. ماکس ازوله به طرف بارفیکس رفت. بازوان خود را از هم باز کرد، با حرکت زیبایی پرید و میله را در دستهای آهنین خود گرفت. با راحتی و مهارتی باور نکردنی بدن را آهسته آهسته بلند کرد و خود را به میله رساند و به آن تکیه داد. بعد به طرف راست چرخید. بازوان خود را از هم باز کرد. به وضعیت قبلی برگشت. به طرف چپ چرخید و وضعیت راحت باش به خود گرفت. اما ناگهان به نظر رسید که افتاد و لحظه ای همه ای تکیهش به خمیدگی زیر زانوانش بود و نوک انگشتانش تقریبا به زمین میخورد. آهسته آهسته شروع به چرخش کرد. بعد هرچه تونتر چرخید تا اینکه دوباره به وضعیت قبلی بالای میله برگشت. بعد با یک حرکت تند و بسیار زیبا به هوا پرید و با صدای نرم و سبک روی پنجه پا به زمین رسید و ایستاد. حرکاتش به خاطر مهارتی که داشت به نظر بسیار ساده می رسید. اما در واقع به چابکی مطلق، توازن خارق العاده و نیز خونسردی و بیباکی بسیار نیاز داشت. من تا اندازه از دو ویژگی او برخوردار بودم. اما باید بگویم که چندان بیباک نبودم. اغلب در آخرین لحظات نسبت به موفقیت خود شک می کردم. به ندرت جرأت میکردم که میله بارفیکس را رها کنم و تازه هر بار هم که این کار را میکردم برایم قابل تصور نبود که بتوانم به خوبی ماکس ازوله حرکتی را انجام دهم فرق من و او فرق دو شعبد باز بود که یکی میتوانست شش توپ را در آن واحد به هوا بیاندازد و دیگری به بازی با سه توپ قانع بود در آن موقعیت خاص همین که ماکس حرکات خود را به پایان برد من یک قدم جلو رفتم و چشم بر چشم او دوختم و او پس از لحظه دو دلی گفت شوارتز آهسته به طرف میله رفتم خبردار ایستادم و بالا پریدم مثل خود او تنم را روی میله تکیه دادم نگاهی به سالن انداختم ماکس را دیدم که پایین میله ایستاده و آماده بود که در صورت اشتباه من به کمکم بیاید بچه ها ساکت مرا تماشا میکردند نگاهی به هوهنفلس انداختم و چون دیدم که به من نگاه می کند بدنم را از راست به چپ و از چپ به راست چرخاندم. پاهایم را روی میله حلقه کردم و بدنم را پایین انداختم. بعد خودم را به بالای میله رساندم و لحظه همانطور همان ماندم. هیچ ترسی نداشتم. اما تنها آرزویم این بود که موفق شوم. ناگهان حالت عمودی به خود گرفتم. از بالای میله به هوا پریدم و با سر و صدای زیاد به زمین افتادم. اما هرچه بود روی پای ایستاده بودم چند نفر زیرجلکی خندیدند. اما چند نفری هم برایم کف زدند. بعضیشان بچه های چندان بدی نبودند. بی حرکت ایستادم و سرم را به طرف او برگرداندم. نیازی به گفتن ندارد که کنراد جزب آنهایی نبود که خندید. اما کف هم نزد. فقط مرا نگاه میکرد. چند روز پس از آن با چند سکه یونانی به مدرسه رفت. از دوازده سالگی سکه قدیمی جمع میکردم یک درهم نقره و یک سکه با نقش جغد و یکی دیگر با نقش اسکندر کبیر با خود برده بودم و تا کنراد به من نزدیک شد و نمود کردم که با زربین در حال بررسی آنها هستم. او چشمش به من افتاد و همانطور که امیدش را داشتم کنجکاویش تحریک شد و از لاک خود بیرون آمد. از من اجازه خواست که سکه ها را تماشا کند. از شیوه ور رفتنش با سکا فهمیدم که در این زمینه وارد است. به شیوه همه کسانی که کلکسیون دارند با حالتی نوازش آمیز سکه ها را لمس و تماشا می کرد. گفت که او هم سکه جمع می کند و سکه با نقش جغد دارد اما سکه اسکندر را ندارد. در عوض چند سکه داشت که من نداشتم. دبیر از راه رسید و گفتگوی من قطع شد و در زنگ تفریح به نظرم رسید که کنراد دیگر علاقه به سکه ها ندارد و بیان که نگاهی به من بیاندازد از کلاس بیرون رفت با این همه بسیار خوشحال بودم برای اولین بار با من حرف زده بود و تصمیم داشتم که نگذارم آخرین بار باشد سه روز پس از آن در پانزدهم مارس تاریخی که هرگز فراموش نخواهم کرد در یک گروه خوش و سبک بهاری از مدرسه به خانه میرفتم درختان بادام غنچه کرده بود گلهای زعفرانی باز شده بود و رنگ آسمان به آبی روشن و زنگاری میزد. چشمم به کنراد افتاد که جلوتر از من میرفت. به نظر می رسید منتظر کسی است. قدم را آهسته کردم. ترسیدم از کنار او رد بشوم. اما به هر حال باید راهم را ادامه می دادم. در غیر این صورت حرکتم مسخره به نظر می رسید و او را به شک می انداخت. به نزدیکی او رسیده بودم که برگشت و به من لبخند زد. بعد با حالتی دست باچه که به نهو غریبی ناشیانه جلبه می کرد، دست لرزان مرا فشرد. گفت، توی هانس؟ و ناگهان با کمال خوشحالی و تعجب متوجه شدم که او هم مثل من خجالتی است و مثل من به یک دوست احتیاج دارد و احساس آرامش کردم. بیاد نمی آورم که در آن روز من و کنراد به هم چه گفتیم؟ تنها چیزی که می دانم این است که مدت یک ساعت، مانند زوج جوانی که هنوز خجالتی و دست و چند با هم پرسه زدیم. اما می دانستم که این تازه آغاز دوستی ماست و از آن پس زندگی من غمالود و توهی نخواهد بود بلکه برای هر دومان سرشار از شور و امید خواهد شد. پس از آنکه سرانجام از او جدا شدم تمام راه برگشت به خانه را دویدم. می خندیدم، با خودم حرف می زدم، دلم می خواست داد بزنم، آواز بخوانم. و برایم بسیار مشکل بود که به پدر و مادرم نگویم که تا چهت خوشبختم که همه زندگیم زیر و رو شده و دیگر فقیر نیستم بلکه غنیترین آدم روی زمینم خوشبختانه پدر و مادرم گرفتارتر از آن بودند که متوجه تغییر من بشوند به کشخلقی و بیوسدگی به جوابهای سربالا و به کم عادت داشتند و این همه را به حساب دوران بحرانی بلوغ و مرحله اسرارآمیز گذر از کودکی به نوجوانی میگذاشتند گهگاه مادرم میکوشید دل مرا به دست آورد و یکی دو بار سعی کرده بود دستی به سر روی من بکشد اما از مدتها پیش منصرف شده و در برابر سرسختی و انعطاف ناپذیری من تسلیم شده بود از ترس آنچه ممکن بود فردا اتفاق افتد خوابم نمیبرد نکند که همه چیز را فراموش کرده یا از دوستی با من پشیمان شده باشد. نکند با نشان دادن اینکه تا چه حد به دوستی او احتیاج دارم، اشتباه بزرگی کرده باشم آیا باید خودم را محتاطتر و خوددارتر نشان میدادم مبادا درباره من با پدر و مادر خود چیزی بگوید و آنها به او توصیه کنند که با یک پسر یهودی دوست نشود به همین گونه به شکنجه خود ادامه میدادم تا اینکه سرانجام به خواب رفتم و همه شب را ناراحت خوابیدم معلوم شد که بیهوده میترسیدم همین که پا به کلاس گذاشتم کنراد از جا بلند شد آمد و کنار من نشست خوشحالیش از دیدن من چنان صمیمانه و بدیهی بود که من هم با همه خیشتنداری ذاتیم هر نوع ترس و ملاحظه را کنار گذاشتم از گفتهایش معلوم می شد که شب را راحت خوابیده و لحظه ای درباره سمیمیت من شک نکرده است و من از اینکه درباره او شک کرده بودم پیش خود خجل شدم از آن هنگام به بعد دیگر از هم جدا نشدیم. همیشه با هم از مدرسه بیرون میرفتیم چون راه خانه های یکی بود و صبحها اون منتظر من می ماند. بچه های کلاس که در آغاز همه از دوستی ما تعجب میکردند، به زودی به آن عادت کردند. تنها دسته خاویار خود را از ما کنار میکشید و بولاشر کمی بعد به ما لقب کاستور و پولاک را داد. چند ماهی که پس از آن آمد خوشترین دوران زندگی من بود. با فرا رسیدن بهار در و دشت یک بارش گل شد درختان گیلاس و سیب و گلابی و هلو غرق شکوفه شدند سپیدارها به رنگ نقره ای درآمدند و بیدها سبز روشن شدند تپهای لاجوردی که پوشیده از باغها و تاکستان ها بود و بر جای جای آنها کاخهایی جلوه میفروخت خوش و خورم شد در این شهرک های قرون وستایی ساختمان های شهرداری برجهایی دراز و نکتیز داشت و در پیرامون چشمه ها و آب آن مجسمه کنت ها و دوک های منطقه سواب دیده می شد و رود آهسته از کنار جزیره های پوشیده از بیت می گذشت. این همه احساسی از آرامش و صفا، رضایت از حال و امید به آینده را القا می کرد. شنبه ها کنراد و من سوار قطار می شدیم و شب را در یکی از مهمانخانه های قدیمی و بیشمار ناحیه که با اساس سنگین چوبی این شده بودند می گذارندیم. در این مهمان خانه ها اتاقای تمیز و ارزانی پیدا می کردیم و از غذا و نوشیدنی های بسیار خوب محلی لذت می گهگاه به جنگل سیاه می رفتیم که از درختان تیره آن بوی قارچ و عطر سقز در هوا پراکنده بود و جویبارهایی پر از ماهی بزلالا در لابلای آن ترنم داشت که در کنارهای آنها کارگاه های چوب بوری برپا بود. گاهی هم خود را به نوک کوها می و از آنجا در ری خروشان راین، سلسله بنافرنگ رنگ کوهستان ها و نوک کلیس های بزرگ را در دل افق نیلگون تماشا می کردیم. یا به کناره رود می رفتیم که با این سرود ما را به سوی خود می خاند. رود محبوبم، از انبوم سپیدارانت نسیم ایتالیا می وزد. و دانوب که درختانش سراسر به گنجه نشسته گلها سپید سرخ ارغوانی درختانی با برگهای سبز کبود و وحشی گاهی هم به هگا که هفت آتشفشان خاموش دارد سفر میکردیم و گاه به دریاچه کنستانس میرفتیم که خیال انگیزترین دریاچه هاست یک روز به دیدن قلعه های هورنفلس رفتیم از این قلعه ها حتی یک سنگ به جا نمانده بود و از راهی که جنگجویان صلیبی پیموده و به بیزانس و بیت المقدس رسیده بودند کوچکترین نشانه دیده نمیشد. نه چندان دور از آنجا توبینگن قرار داشت شهری که شاعر محبوب ما هولدرلین پس از آنکه دیوانه شد و به گفته خودش خدایان او را بردند سی و شش سال از عمر خود را آنجا گذراند به برج قلعه خانه هولدرلین زندان مهربان او نگاه میانداختیم و بهترین شعر او را با هم میخواندیم چشمانداز با درختان پربار گلابی زرد و بیشمار بوتهای گل سرخ در دریاچه باز میتابند آه ای قوهای زیبای مست که سر را در آب آرام و خجسته فرو میبرید چگونه باز خواهم یافت در زمستان گلها را خورشید درخشان را و سایه زمین را دیوارها سرد و خاموش سر می افرازند و در یخ یخزده در باد تکان می خورند. روزها و ماهها به همین گونه می گذشت و دوستی ما خلال ناپذیر بود. از خارج دنیای کوچک جادویی ما شایعات و خبرهای نگران کننده سیاسی به گوش می رسید. اما کانون تشنج از ما دور بود. در بلند بود که می گفتند سحنه برخورد میان نازی ها و کمونیستا شده است. اشتودکارت مثل همیشه آرام و سر به زیر جلوه میکرد. هرچند که گاه به گاه رویدادهای کوچکی در آن اتفاق می افتاد نقش صلیب شکسته روی بعضی دیوارها ظاهر شد مردی یهودی را آزار دادند و چند کمونیست را کتک زدند اما به طور کلی زندگی جریان عادی خود را داشت رستوران ها اپرا و کافه های هوای آزاد پر از جمعیت میشد. هوا گرم شده بود تاکستان ها مالامال از خوشه های انگور بود و درختان سیب کم کم زیر بار میوه های رسیده خود کمر خم می مردم درباره محل گذراندن تعطیلات تابستانی خود گفتگو می کردند. پدر و مادر من در فکر سوئیس بودند و کنراد می گفت که با پدر و مادرش به سیسیل خواهد رفت. چون این می که جای هیچ نگرانی نیست. سیاست کار بزرگترها بود و ما مسائل خودمان را داشتیم. و فوریترین مسئله ما این بود که یاد بگیریم چگونه بهترین استفاده را از زندگی بکنیم بیان که در پی کشف هدف زندگی باشیم بیان که بخواهیم موقعیت بشر را در این کائنات ترسناک بیکران درک کنیم اینها مسائل واقعی بود و اهمیتی جاودانه داشت و به نظر ما بسیار اساسی تر از مسئله وجود گذرا و مسخره آدمهایی چون هیتلر و موسولینی می رسید. سپس واقعی پیش آمد که هر دو ما را به شدت تکان داد و بر من اثری جرف گذاشت. تا آن زمان مسئله وجود خداوند قادر و رحیم و خالق همه جهان برای من بدیهی بود. پدرم هرگز درباره این مذهب با من حرفی نزده بود و مرا در انتخاب اصول اعتقادیم آزاد گذاشته بود. یک روز شنیدم که به مادرم می که علا رغم نبود شواهد تازه و معاصر فکر می کند شخصیتی تاریخی به نام عیسی وجود داشته که یهودی بسیار مهربان و خردمندی بوده و چون دیگر پیامبران قوم یهود به مردمان درس اخلاق میداده است اما به هیچ وجه نمیتواند بپذیرد که کسی مسیح را پسر خدا بداند این نظریه که پدر آسمانی با بیاعتنایی شاهد مرگ آرام و دردناک فرزند خود روی صلیب بوده باشد و برخلاف پدر خاکی حتی میل نجات فرزند خود را نداشته باشد به نظر پدرم کفرامیز می رسید. با این همه علا بیاعتقادی بی پدرم به الوهیت مسیح فکر میکنم که برداشت های او ناشی از بی اعتقادی به خداوند نبود بلکه بیشتر متکی به عدم تعصب و پرهیز از مطلق گرایی بود و مخالفتی نمی کرد اگر من به مسیحیت می گره بیدم. از سوی دیگر مطمئنم که هر مذهبی که می داشتم مرا از پیوستن به جرگه راهبان آن مذهب باز می داشت. اما مادرم وضعی نامشخص داشت. و به نظر می رسید که از آن کاملا راضی است. در روز بخشش بزرگ به کنیسه می رفت و در شب میلاد مسیح هم سرود عید می خاند. به یهودیان پول می داد که برای کودکان لهستانی بفرستند و به مسیحیان هم پول می داد تا یهودیان را به دین خود درآورند. بچه که بودم چند دعای ساده من یاد داده بود که با آن از خدا می خواستم که به من کمک کند و با پاپا و مامان و گربه کوچکمان مهربان باشند. اما قضیه به همینجا ختم می شد. پدر و مادرم فعال، مهربان و سخاوتمند بودند و مطمئن بودند که پسرشان نیز از پدر و مادر خود پیروی خواهد کرد. به دینگونه بود که در میان مسیحیان و یهودیان با استقلال رأی و با افکار خاص خودم در خداوند بزرگ شدم. و اما واقعی که پیش آمد. یکی از همسایگان ما دو دختر و یک پسر داشتند. من با آنان مرابدهی نداشتم. چرا که بچه هایشان کوچکتر از آن بودند که هم بازی من باشند. اما اغلب شاهد بازی پدر و مادر با فرزندانشان در باغچه بودم و تا اندازه به آنها می میخوردم. خوب به یاد میآورم که چگونه پدر دختران خود را که روی تاب بودند به هوا پرتاب میکرد و چگونه سفیدی پیراهن و موهای سرخ رنگ آنان شمع روشنی را برای من تدایی می کرد که به سرعت لابلای جوانهای سبز درختان سیب در حرکت باشد. یک شب که پدر و مادر در خانه نبودند و خدمتکار برای خرید بیرون رفته بود، خانه چوبی آنان ناگان آتش گرفت و پیش از آمدن معموران آتش نشانی، هر سه بچه زنده زنده در آتش سوختند. من خودم آتش سوزی را ندیدم و فریادهای مادر و خدمتکار را نشنیدم. فردای آن روز از فاجعه با خبر شدم و آن هنگامی بود که چشمم به دیوارهای سیاه دود گرفته و عروسکهای جزغاله شده و سیمهای تاب افتاده که از درخت نیم سوخته آویزان بود. این واقعه به گونه بی سابقه مرا تکان داد. پیش از آن درباره فاجعه های بزرگ داستان ها شنیده بودم. زلزله هایی که هزاران نفر را مدفون کرده بود. آتش فشان ها و تقیان رودها که میلیون ها نفر را کشته بودند. اما همه اینها به نظرم آماری انتظایی میرسید. نمیتوان قصه یک میلیون نفر را خورد. اما آن سه کودک را با چشمان خودم دیده بودمشان. مسئله آنها چیز دیگری بود. چه گناهی داشتند؟ پدر و مادرشان چه کرده بودند که سزاوار چنان جزایی باشند؟ در پندار کودکانم به این دورایی رسیدم. یا خدایی وجود ندارد یا وجود دارد و به مسائل بشریت اعتنایی نمی کند و سنگدل است. در این باره با لحنی بسیار هیجان زده و نومیدانه با دوست خود گفتگو کردم. اما او که با ایمان خلل ناپذیر پروتستان بزرگ شده بود از پذیرفتن نتیجه گیری من سر باز زد کنراد از آن داشت که واقعی که اتفاق افتاده وحشتناک است می گفت که او نمی تواند توجیهی برای آن پیدا کند اما بیشک جوابی وجود دارد و ما جوانتر و بی تجربه تر از آنیم که بتوانیم آن جواب را پیدا کنیم می گفت که از میلیون ها سال پیش چون این فاجعه های اتفاق افتاده و مردمانی خردمندتر و آگاهتر از ما کاهنان اسقفها و قدیسان درباره آنها بحث کرده و دلیل آن را پیدا کردند و ما باید دانش متعالی آنان را بپذیریم و فروتنانه تسلیم شویم من با سرسختی همه گفته های او را رد کردم و گفتم که هیچ چیز نمیتواند مرگ آن سه خواهر و برادر کوچک را توجیه کند با سرگشتگی فریاد زدم مگه نمیبینی دارم میسوزم فریاداشون رو نمیشنوی و به خودت اجازه میدی که قضیه رو توجیه کنی چون شهامتش نداری که از خدای خود دل بکنی خدایی که دلش به رحم نیاد به چه درد میخوره کنراد گفت که در این باره از کشیش آشنای خود سوال خواهد کرد و چند روز بعد راضی و مطمئن بازگشت گفت که آنچه من گفته بودم ناشی از خیرسری یک بچه مدرسهای ناآگاه و بیتجربه بوده است کشیش به او توصیه کرده بود که به این گونه کفرگویی ها گوش ندهد و به همه آن پرسش ها به نحوی روشن و قانع کننده پاسخ داده بود. اما یا کشیش نظراتش را روشن بیان نکرده بود یا کنراد نتوانسته بود توضیحات او را خوب بفهمد. چون در هر حال من از حرفهای او چندان سر در نیاوردم. آنچه گفت کلیاتی درباره مسئله بدی بود و اینکه اگر وجود نداشته باشد ارزش خوبی معلوم نمی شود. همانطور که زیبایی بدون زشتی مفهومی ندارد. اتفاقا در همان روزها مطالبی درباره کهکشانها ها میخواندم و برای نخستین بار دانستم که در این عالم ذره ناچیزی بیش نیستم و کره زمین مانند سنگریزهای در میان میلیون ها سنگریزه دیگر است که بر ساحل دریایی افتاده باشد. کشف این نکته مرا جریتر کرد. و فکر کردم که خدا چطور می توانست و آنچه روی همه آن سیارات میگذشت توجه داشته باشد. و این کشف تازه همراه با ضربه ای که از مرگ آن سکودک خورده بودم پس از یک دوره سرگشتگی کامل مرا وارد مرحله جدیدی از کنجکاوی کرد. و مسئله اساسی که برای مطرح شد دیگر این نبود که زندگی چیست. بلکه این بود که چگونه باید این زندگی را گذراند و از آن استفاده کرد برای چه هدفی در راه منافع شخصی یا برای منافع بشریت. تقریبا هر روز با جدیت در خیابانهای اشتودکار راه می رفتیم و در این باره بحث می کردیم. اما این تنها یکی از موضوعات بحثهای ما بود. سعی ما این بود که مشکلاتمان را خودمان حل کنیم. هرگز به فکر ما نمی رسید که از پدر و مادرمان نظر بخواهیم. اطمینان داشتیم که آنان متعلق به دنیای دیگری هستند و مسائل ما را نمیفهمند و جدی نمیگیرند. کنراد میدانست که پدر من پزشک است و من میدانستم که پدر او سفیر آلمان در ترکیه و برزیل بوده اما کنجکاوی نمیکردیم تا بیش از این درباره آنان چیزی بدانیم و شاید به همین دلیل بود که هرگز به خانه یکدیگر نرفته بودیم یک روز که جلو در خانه ما ایستاده بودیم ناگهان به فکرم رسید که کنراد هنوز اتاق من و کلکسیونهای مرا ندیده است این بود که بیمقدمه گفتم چرا نمیای تو و او که منتظر این دعوت نبود لحظه دو دل ماند و بعد با من به خانه آمد. خانه ما ساختمان ویلایی ساده و کوچکی از سنگ و با ای از درختان سیب و گیلاس بود که در محله معروفی از اشتودگارت قرار داشت. مردمان مرفع و سرمایهداران عمده امده که یکی از زیباترین و غنیترین شهرهای آلمان است در این محله می نشستند. این محله در ای قرار داشت که تپه ها و تاکستان ها آن را در بر گرفته بودند. ای که از بالای تپها به چشم آمد العاده بود. صدها ویلا، ساختمانهای قدیمی و نو، اپرا موزه و باغها. در این محله رستورانهای متعددی بود که مردم در فضای بیرونی آنها شبهای تابستان را می و غذاهای بسیار مفصل می خورند. و اگر حال آن را داشتند که سر خود را از روی بشقابهایشان بلند کنند می توانستند از برای درختان منظرهای بسیار زیبا ببینند. جنگلی که تا دوردست کشیده شده بود و رودخانه که آهسته از میان آبکندها جریان داشت و کاخها، سپیدارها، تاکستانها و شهرکهای کوچک قدیمی را پشت سر میگذاشت تا به دریای شمال برسد. شب که میشد منظره خیالانگیز میشد. هزاران چراغ می درخشید و هوا آکنده از عطر یاس و یاسمن بود. در پایین تپه گرمای شهر کلاف کننده بود و خیابانها نامهایی داشت که میراث غنی منطقه سواب را به خاطر می آورد. نامهایی که این باور مردم منطقه را راسختر می که در خارج از منطقه آنان زندگی پشیزی ارزش ندارد و مردمان دیگر ایالتهای آلمان به گرد پای آنان هم نمی و غرور آنان بیجا هم نبود. در آن شهر که کمتر از 500 هزار نفر جمعیت داشت، بیشترین برنامه های اوپرا، بهترین تئاترها، زیباترین موزه ها، و غنیترین مجموعه های هنری را میشد یافت و زندگی در آنجا بسیار پر جنب و جوش بود شهری بود که حتی بدون وجود پادشاه همچنان حالت پایتخت داشت و شهرهای کوچک و آباد و قصرهای بزرگی آن را در میان گرفته بود در نزدیکی آن چندین کاخ و کلیسای تاریخی و قدیمی و جنگل سیاه قرار داشت تنها منظری که از خانه ما به چشم می آمد باخچه ها و بام های سرخ بیلاهایی بود که صاحبان ثروتمندتر آنها می توانستند از منظره زیبا و گسترده برخوردار باشند. ولی عزم راسخ پدرم این بود که وضع خانواده را به جایی برساند که چیزی از خانواده های ثروتمند کم نداشته باشیم. در انتظار چنان روزی باید به ویلایی که داشتیم بناعت می کردیم. ویلای ما دارای چهار اتاق خواب، یک نشیمن و اتاق دیگر بود که پدرم از آن به عنوان مطب استفاده می کرد. اتاق من در طبقه دوم به سلیقه خودم تزئین یافته بود. چند گراور از روی آثار هنری از جمله آفتابگردان های ونگوک و چند طرح ژاپنی به دیوارها آویخته بود. همه آثار کلاسیک آلمان را داشتم. شیلر، گوته، ریلکه، هولدرلین و مجموعه کتاب های فرانسوی هم شامل آثار بودلر، بالزاک، فلوبه و استندال می شود. و همچنین مجموعه کامل آثار داستایفسکی، تولستوی و گوگل را نیز داشتم. گنجه شیشه ای در گوشه اتاقم بود که این چیزها را در اون آن چیده بودم. یک کلکسیون سکه، چند تکه مرجان، انواع سنگ های زینتی، تکه ای از رسوبات و پشانی، یک دندان شیر، تکه پوست فک یک سنجاق عتیقه رومی، دو تکه شیشه از روم باستان که آن را از موزه کش رفته بودم، تکه ای سفال رومی و یک دندان آسیای فیل. این دنیای من بود. دنیایی که در آن خود را در امنیت مطلق لس می میکردم و مطمئن بودم که تا ابد دوام خواهد داشت البته نمی توانستم خود را از نوادگان ریش سرخ قلم داد کنم اما این را می دانستم که خاندان شوارتز دست کم از دو قرن پیش در اشتوتگارت می زیستند. اما چون بایگانی ویژه‌ای وجود نداشت چگونه می شد دانست که از کجا آمده بودند و حالا استخوان‌هایشان در کدام گور رها شده‌ای در حال پوسیدن بود چگونه میشد اثبات کرد که پیش از خاندان هوهنفلس در این شهر زندگی نمی کردند. اما اینها پرسش های دور از ذهن و بی اهمیت بود. تنها چیزی که میدانستم این بود که آلمان هموار میهن و خانه من بوده و خواهد بود و یهودی بودنم در نهایت به همان اندازه بی اهمیت است که کسی به جای موی بور موی خرمایی داشته باشد. برداشت من چنین بود که ما پیش از هر چیز از اهالی سواب هستیم و پس از آن نوبت به هویت آلمانی من و سرانجام به هویت یهودی من میرسد. من، پدرم یا پدر بزرگم چه احساس دیگری میتوانستیم داشته باشیم؟ از آن دسته یهودیان بیچارهای نبودیم که تزار روسیه آزارشان کرده بود. البته نمی توانستیم و نمی خواستیم که یهودی الاصل بودن خودمان را انکار کنیم. همانطور که به فکر هیچ کس خطور نمی کرد که امو هنری مرا، که از ده سال پیش او را ندیده بودیم جز خانواده ای ما ندانند اما این اصل یهودی ما تنها سال یک بار خود می نمایند و آن در روز بخشش بزرگ بود که مادرم به کنیسه می رفت و پدرم از سیگار کشیدن و سفر کردن خودداری می کرد. نه به این خاطر که یهودی معتقدی بود بلکه از آن جهت که نمی خواست احساسات مذهبی دیگران را جریه دار کند. هنوز جر و بحث بسیار شدیدی را که بین پدرم و یک مرد سهیونیست در گرفت به خاطر دارم این مرد برای جمعآوری پول به نفع اسرائیل به خانه ما آمده بود و پدرم از سهیونیزم نفرت داشت حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه می رسید بازخواهی سرزمین فلسطین پس از دو هزار سال به نظرش همانقدر بیمعنی می رسید که مثلا ایتالیایی ها خواستار پس گرفتن آلمان باشند چرا که زمانی نیروهای روم باستان آن را اشغال کرده بودند. میگفت که تنها پیامد چون این ادعایی خونریزی دائمی است زیرا یهودیان باید با همه جهان عرب درافتند. و از این گذشته بیت المقدس چه ارتباطی به او داشت که اهل اشتودکارت بود؟ مرد سهیونیست از هیتلر نام برد و از پدرم پرسید که آیا این شخص اعتقاد او به آلمان را سست نمی کند؟ و پدرم در جوابش گفت به هیچ وجه من کشور خودم را خوب می شنسم. می دونم که قضیه هیتلر چیزی بیشتر از یه بیماری گذرانی است که با بهبود وضع اقتصادی کشور از بین خواهد رفت واقعا فکر میکنید که هم میهنان کسانی چون گوتو و شیدر و کانت و بتوون تسلیم این مزخرفات میشن؟ چطور به خودتون اجازه میدین که به ارواح دوازده هزار یهودی که در راه کشورمون کشته شدن اهانت کنیم؟ سهیونیست با حالت تحقیرامیزی پدرم را نمونه بارز افراد طرفدار ادغام خواند و پدرم با قاطعیت در جوابش گفت البته که از ادغام طرفداری میکنن چه می داره؟ دلم میخواد آلمانی باشم اگه مطمئن بودم که ادغام یهودیا کاملا به نفع جامعه آلمانه بیشک از اون طرفداری میکردم اما در این مورد کمی شک دارم به نظر من اگه یهودیا کاملا در این جامعه مستحیل نشن هنوز میتونن مثل گذشته از این طریق در غنی کردن فرهنگ آلمانی سهیم باشن سهیونیست با شنیدن این حرفها از جا پرید دیگر نمیتوانست بیش از آن را تحمل کند انگشت اشاره خود را به پیشانی کوبید و به صدای بلند گفت به کلی از خود بیگانه شده و در حالی که همچنان با انگشت به پیشانی میکوبید بروشورهای خود را جمع کرد و رفت پدرم را که معمولا مردی آرام بود هیچگاه تا آن حد خشم ندیده بودم مرد سهیونیست را خائن به آلمان میدانست آلمانی که میهن او بود و پدرم به خاطر آن دو بار در جنگ جهانی اول زخمی شده بود و باز آماده بود در راه آن بجنگد. چقدر این گفته های پدرم درست بود و هنوز هم به نظر من درست است. آخر چگونه ممکن بود که او یا هر کسی دیگری که در قرن بیستم زندگی می کند آن گونه گفته ها را باور کند؟ چه لزومی داشت که رودخانه های کشور خود را با آبهای کند و کم تحرک رود اردن معاوضه کند؟ به نظر او نزیست چیزی بیش از یک بیماری پوستی نبود و تنها راه علاج آن این بود که چند آمبول به بیمار بزنند به او استراحت بدهند و بگذارند که طبیعت کار خودش را بکند و چرا باید قصه بخورد مگر نه اینکه پزشک سرشناسی بود و یهودیان و غیر یهودیان به او احترام میگذاشتند مگر نه اینکه گروهی از سرشناسان شهر همراه با شهردار به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد تولدش به دیدار او آمده بودند مگر نه اینکه در روزنامه عکس او را چاپ کرده بودند و به همان مناسبت گروهی از همشهریان غیر یهودی به زیر پنجره او آمده و برایش سرود آرام شبانه را نواخته بودند و مگر نه اینکه در جنگ نشان گرفته بود مادرم گرفتارتر از آن بود که ذهن خود را به نازی ها، ها و دیگر جریان های سیاسی مشغول بدارد و همان گونه که پدرم درباره آلمانی بودن خود چک نداشت او نیز کوچکترین شکی شک به خود راه نمیداد. حتی به فکرش نیز رسوخ نمیکرد که هیچ آدم عاقلی بتواند به حق او در زیستن و مردن در آلمان اعتراض داشته باشد. زاده نورنبرگ بود و پدرش هم که وکیل بود همانجا به دنیا آمده بود. هفته یک بار همراه دوستانش که اکثرا همسران پزشکان، بوکلا و بانکداران بودند در کافه گرد می آمدند و درباره مسائل خانوادگی گپ می زدند. هر دو هفته یک بار به اپرا و ماهی یک بار به تئاتر می رفتند. مادرم فرصت کتاب خواندن نداشت اما گاهی به اتاق من می آمد و کتاب های مرا با حسرت نگاه میکرد و گرد و غبارشان را می تکند. بعد از من میپرسید که وضع مدرسه چطور است و من همیشه با بی اعتنایی خیلی خوب. گهگاه با حالتی تردیدآمیز دستی روی شانه هم میگذاشت اما از آنجا که من در برابر مهربانی مقاومت نشان میدادم این کار را هرچه کمتر کرد تنها وقتی که بیمار می شدم مصاحبت او را می پذیرفتم و با رضایت تسلیم عطوفت سرخورده او می شدم. فکر می کنم که از نظر جسمی پدر و مادرم وضع خوبی داشتند. پدرم پیشانی بلند، موهای خاکستری و سبیل کوتاه داشت و مرد برازندهی بود و ظاهرش با تصویری که از یهودیان ارائه می شد مطابقت نداشت. تا حدی که روزی یکی از اعضای حزب نازی که با او در یک قطار بود از او خواست که به حزب بپیوندد. و مادرم با آنکه هرگز در بند آرایش و پیرایش خود نبود به نظر من زنی زیبا می رسید. هنگامی که کنراد برای اولین بار به خانه ما آمد او را به طرف پله ها نمایی کردم و قصدم این بود که او را بیان که به مادرم معرفی کنم به اتاق خودم ببرم. در آن هنگام نمی که چرا این کار را می کنم. اما اکنون می دانم که در آن زمان این احساس را داشتم که او فقط دوست من است و کس دیگری نمی بایست در این دوستی شریک باشد. و شاید هم احساسم این بود که پدر و مادرم به اندازه کافی در خور آشنایی با او نیستند. احساسی که هنوز هم به خاطر آن خجالت میکشم. البته پدر و مادرم هرگز مایه خجالت من نبودند. در واقع همیشه به وجود آنها افتخار کرده بودم. و در آن هنگام با کمال شهمساری متوجه شدم که به خاطر کنراد با آنان رفتاری ناپسند و نخفتامیز داشتم. برای یک لحظه از او متنفر شدم. زیرا در میافتم که مسئول این رفتار من است. حضور او بود که مرا دچار این احساس میکرد و با خارش مردن پدر و مادرم خودم را نیز تغییر میکردم اما هنگامی که به پله رسیدم مادرم که احتمالا صدای پای من را شنیده بود صدایم کرد. راه گریزی نبود. مجبور بودم کنراد را به او معرفی کنم. او را به اتاق نشیمن بردم که یک قالی ایرانی و مبلایی از شوب بلوط آن را می مادرم در باغچه زمستانی زیر درخچه نشسته بود و جورابی را میدوخت به نظرم رسید که از دیدن من و دوستم اصلا تعجب نکرد پس از آن گفتم مادر این دوستم کنراد فون هوهنفلسه لحظه ای سر خود را بلند کرد و لبخندی زد بعد چیزهایی از او پرسید که بیشتر راجع مدرسه بود و اینکه او میخواهد در آینده چه کند و به کدام دانشگاه برود و به او گفت که از آمدنش به بسیار خوشحال است رفتارش درست همان گونه بود که دلم میخواست و فورا متوجه شدم که کنراد از او بسیار خوشش آمده است کمی بعد به اتاق من رفتیم و همه آنچه را که داشتم به او نشان دادم مجموعه سکه هایم، سنجاق و تکه رومی صدای پای پدرم به گوش رسید و او که ماها بود پا به اتاق من نگذاشته بود از در وارد شد پیش از آن که من فرصت معرفی دوستم را پیدا کنم پدرم پاشنه را به هم کوبید به حالت خبردار ایستاد و گفت خودم را حضورتون معرفی می کنم. دکتر شوارتس کنراد دست پدرم را فشرد و سر خود را کمی خم کرد اما چیزی نگفت. پدرم گفت کنت عزیز. از حضور یکی از اعضای خانواده ای برجسته در منزلم بسیار مفتخرم. افتخار آشنایی با پدرتون را نداشتم اما بعضی از دوستان ایشون از جمله باوتس رو که در نیروی ویژه خدمت میکرد میشناسم. پدر بزرگوارتون حتما درباره او که دوست نزدیک ولی بود براتون گفته باوتس برام تعریف میکرد که یه روز والا ازد بهش میگن دوست عزیز میخوام برای میمونم یه عروسی بگیرم دور آلمان بگردید و یه شوهر خوب براش پیدا کنید باوتس به همه باغ ها سر زد و پونزده روز بعد با یه میمون غول پیکر به نام جورج پنجم برگشت عروسی شاهانه ای ترتیب دادن و باوتس به دریافت نشان مفتخر شد. داستان دیگری هم هست که باید براتون تعریف کنم و پدرم همینطور حرف میزد تا اینکه به خاطر آورد که بیمارانی در مطب منتظر او هستند. این بود که یک بار دیگر پاشنه به هم کوبید و گفت کن عزیز امیدوارم در آینده این خونه منزل دوم شما باشه. سلام منو خدمت پدرتون برسونید. و در حالی که از خوشحالی سر از پا نمیشناخت و با حرکت سر به من فهمان که چقدر از من راضی است از در بیرون رفت. من که به شدت احساس خفت و بیچارگی میکردم کردم گوشه نشستم. چرا این کار را کرده بود؟ هیچگاه رفتار این چنین زننده از او ندیده بودم. هرگز داستان کریه آن میمون و داستانهای دیگر را نشنیده بودم. آیا اینها را از خودش درآورده بود تا نظر کنراد را جلب کند؟ آیا پدرم نیز چون من مغهور افسانه خاندان هوهنفلس شده بود؟ با چه حالتی پاشنا را به هم میکوبید؟ آن هم برای یک بچه مدرسه ای؟ برای دومین بار از دوستم متنفر شدم. زیرا بیان که خودش بخواهد با حضورش پدرم را به صورت دلغکی درآورده بود. من همیشه به پدرم احترام میگذاشتم. درست است که رفتارش با من کمی خوش بود. اما میدانستم که دوستم دارد و حتی به من افتخار میکند. و اکنون وجه خود را نزد من از دست داده بود و از داشتن پدری چون او شرمسار بودم چقدر مسخره و چاکر رفتار کرده بود در حالی که باید کنراد به او احترام میگذاشت آن پاشنه به هم کوبیدن و سلام نظامی دادنش و آن کنت عزیز گفتنش برای همیشه تصویر قهرمانانه را که از پدرم داشتم نابود کرد به شدت میلرزیدم و به زحمت می توانستم جلوی گرگم را بگیرم آرزو داشتم که دیگر هیچگاه کنراد را نبینم. اما او که شاید متوجه آشوب درون من شده بود وانمود میکرد که سرگرم تماشای کتاب های من است. اگر در آن لحظه با من حرف میزد یا بدتر از آن میکشید مرا دلداری بدهد بیشک او را میزدم. اما او همان کاری را کرد که شایسته بود. به من فرصت داد تا به خدایم و هنگامی که پس از چند لحظه رو به من کرد و لبخند زد من نیز توانستم لبخند او را جواب دهم دو روز بعد دوباره به خانه ما آمد و اول یک راست به اتاق نشیمن رفت مادرم باز با مهربانی و خودمانی با او حرف زد سپس به ما قهوه و شیرین داد. از آن پس کنراد هفته سه چهار بار به خانه ما می آمد و من می ترسیدم که مبادا پدرم دوباره به تعریف داستانهایی درباره باوتس بپردازد اما رفتار او هم طبیعی شد و به حضور کنراد عادت کرد و سرانجام از گفتن کنت عزیز دست برداشت و او را کنراد صدا می زد. از آنجا که کنراد به خانه ما می آمد توقع داشتم که او هم مرا به خانهشان دعوت کند اما هفته ها گذشت و خبری نشد مثل همیشه جلو در آهنی خانهشان که به دو شیر بالدار و نشان خانواده هوهنفلس آراسته بود می استادیم و پس از مدتی او خداحافظی می کرد و در میان آن دو شیر که حالت تهدیدآمیزی داشتند و نگاه تند و چنگال های تیزشان را به سوی من گرفته بودند و زبانهایشان از حلقوم بیرون زده بود ناپدید میشد. هر روز آن خانه برای من مهمتر و اسرارآمیزتر می شود. در خیال خود می که پر از شمشیرهای جنگجویان صلیبی جوشن، زره و ضربه افتای سمرقند و بیزانس است. غیر ممکن بود که کنراد فراموش کرده باشد مرا به خانهشان دعوت کند. او که همیشه پایبند آن بود که مبادا کسی را بیازارد بدین گونه بود که هرچه بیشتر از این قضیه رنج میکشیدم و غرورم اجازه نمیداد که در این باره از کنراد چیزی بپرسم یک روز که در حال خداحافظی با او بودم با حالت قافلگیر کننده ای گفت بیا تو هنوز اتاق منو ندیدی و پیش از آن که بتوانم جوابی بدهم در را به داخل فشار داد آرزویم چنان ناگهانی تحقق یافته بود که برای یک لحظه دلم خواست فرار کنم چگونه می توانستم با کفشای واکس نزده و یقه نه چندان تمیز در برابر پدر و مادر کنراد ظاهر شوم در باز شد و مرا به داخل خانه راه داد به نظرم رسید که در تاریکی مطلق قرار داریم سپس چشمانم به تاریکی عادت کرد و تالار بزرگی را دیدم که دیوارهایش پوشیده از سر جانوران و یادگارهای شکار بود مرد خدمتگاری وارد شد و گفت قهوه آماده است جناب کن کنراد با سر اشاره کرد و راه را به من نشان داد. از پلکان چوب بلود بالا رفتیم. در این طبقه دیوارها آراسته به تابلوهای نقاشی بود. بعد به طبقه سوم رفتیم. در آنجا از دری باز چشمم به اتاقی افتاد که ظاهرا به زنی تعلق داشت و در آن یک میز آرایش دیده میشد. عکسهایی با قاب نقره در اتاق بود که بیشتر آنها افرادی نظامی را نشان میداد و یکی از آنان به هیتلر شبیه بود که تعجب مرا برانگیخت. در هر حال مطمئن بودم که اشتباه کردم. چگونه ممکن بود که در اتاق یکی از هوهن فلسا عکس هیتلر باشد؟ کنراد سرانجام ایستاد و وارد اتاقی شدیم که تقریبا شبیه اتاق من اما بزرگتر بود و از پنجره آن منظره باقی سبز و خورم دیده می شود. کنراد فورا به سراغ گنجه رفت و با سرعتی که نشان میداد تا چه حد منتظر این فرصت بوده گنجینه خود را بیرون آورد. در انتظار اینکه غبته و حیرت مرا ببیند چشمانش از شادی برق میزد در این حال سکه های خود را یکی پس از دیگری بیرون می آورد تکه های هم داشت که از مال من بسیار با ارزش تر بود زمان با سرعت باور نکردنی گذشت و دو ساعت بعد هنگامی که او را ترک می کردم نه تنها از اینکه پدر و مادر کنراد را ندیده بودم متاسف نشدم بلکه حتی به فکرم نیز خطور نکرد که ممکن بود در خانه نباشند در حدود پانزده روز بعد دوباره مرا به خانهشان دعوت کرد دوباره به نظرم رسید که پدر و مادرش در خانه نیستند هرچند این مسئله برایم اهمیت چندانی نداشت اما در چهارمین باری که به با آنجا رفته بودم کم کم از این مسئله به شک افتادم زیرا این امر تصادفی نبود و با خود فکر کردم که شاید او هنگامی مرا به خانهشان دعوت می کند که پدر و مادرش نیستند با اینکه کمی آزرده شده بودم جرأت نکردم چیزی از او بپرسم سپس روزی به یاد عکسی که شبیه هیتلر بود افتادم اما فورا از اینکه به پدر و مادر دوستم شک برده بودم و آنان را با مردی چون هیتلر مرتبط کرده بودم پیش خودم خجل شدم <applause> یک روز مادرم برایم یک بلیت اپرا خریده بود من در صندلی خود در سالن نشسته بودم و منتظر بالا رفتن پرده ها بودم سالن اپرای اشتوتگارت که یکی از زیباترین اپراهای اروپاست پر از تماشاگران خوشپوش بود شخص رئیس جمهورم به تماشای برنامه آمده بود اما کمتر کسی به او توجه میکرد همه چشم ها به سمت دری برگشته بود که خانواده هوهنفلس آرام و شاهانه از آن وارد میشد دوستم کنراد که لباس اسموکینگ به او ظاهری غریب و برازنده داده بود وارد شد و من با دیدن او بی اختیار حرکتی از سر حیرت کردم در پشت سر او خانم کنتس میآمد که پیراهنی سیاه به تن داشت و با نیمتاج گردنبند و گوشواره هایی همه از الماس آراسته بود پشت سر او کنت می آمد که برای اولین بار او را می دیدم. هر سه با هم سرشار از غرور در برابر همه ایستاده بودند و این امتیازی بود که نه قرن تاریخ به آنها ارزانی می داشت. سرانجام تصمیم گرفتند که بنشینند. کنراد خود را به صندلی رساند و پیش از آن که بنشیند نگاهی به پیرامون سالن انداخت. همچون پدرش به خود مطمئن بود. ناگان چشمش به من افتاد اما هیچ وانمون نکرد که مرا میشناسد سپس نگاهش در سالن چرخید میدانم که مرا دیده بود و این را از چشمانش فهمیدم بعد پرده بالا رفت و خانواده هوهنفلس و بقیه ما تماشاگران بیمقدار تا پایان پرده اول نمایش در تاریکی فرو رفتیم بلافاصله پس از پایین آمدن پرده بیرون رفتم سالن انتظار تالار بسیار بزرگی بود با فرشی به رنگ سرخ به ستونی تکیه دادم و در حالی که میکوشیدم ظاهری بی و تکبرآمیز به خود بدهم منتظر آمدن خانواده هوهنفلس شدم. اما هنگامی که سرانجام چشمم به آنان افتاد دلم خواست فرار کنم. به گونه ای غریزی حس می تا چند دقیقه دیگر نیش خنجری بر قلبم خواهد نشست. پس آیا بهتر نبود که خود را از برابر آن کنار بکشم؟ اما جرأت فرار کردن نیافتم. از این رو دندان به هم فشردم و منتظر شدم. خانواده هوهنفلس آرام و شاهانه پیش آمدند. کنتس در برابر کسانی که میشناخت سری تکان میداد و با دستی آراسته به چندین انگشتر باد بزنی را آهسته تکان میداد. کنت در برابر چند نفر و از جمله رئیس جمهور سر خود را کمی تکان داد و در جواب او رئیس جمهور سلام قرایی کرد. مردم خود را از سر راه آنان کنار میکشیدند و آنان با حالتی احترام برانگیز پیش می رفتند. ده متری مانده بود تا به من برسند و دیگر راه گریزی نداشتند. به پنج متری من رسیدند و کنراد ناگان چشمش به من افتاد. لبخندی زد و دستش را به لبه یقهش کشید. انگار که می خواست ذره قبار را بتکاند و از برابر من گذشتند. با قدم های سنگین پیش می رفتند. انگار که همراه با مارشی که شنیده نمی شد در پی تابوت سنگی یکی از شهریاران زمین روان بودند و همچنان به حاضران لبخند میزدند و برایشان دست تکان میدادند انگار که جمعیت را تبرک میکردند صدای زنگ شروع پرده دوم را اعلام کرد اما من یک راست به خانه برگشتم و بیان که خود را به پدر و مادرم نشان بدهم به بستر رفتم آنجا خیلی بد خوابیدم خواب دیدم که دو شیر نر و یک ماده شیر به من حمله می کنند و بیشک در خواب فریاد زده بودم چون هنگامی که چشم باز کردم پدر و مادرم را کنار تخت دیدم پدرم نبزم را گرفت اما گفت که چیزی نیست و فردای آن شب با حالتی عادی به مدرسه رفتم هرچند که خود را ضعیف حس می هنوز نیامده بود به سر جای خود رفتم و وانمود کردم که در حال تصحیح تکالیفم هستم و هنگامی که او وارد شد سر بلند نکردم او هم مستقیم به سر جای خود رفت اما همین که زنگ تفریح زده شد به سراغم آمد دست روی شانه هم گذاشت کاری که هرگز نکرده بود و چند سوال از من کرد اما درباره مسئله اصلی و اینکه آیا از نمایش خوشم آمده یا نه چیزی نپرسید تا حد امکان با حالتی طبیعی جوابش را دادم در پایان وقت مدرسه با هم به خانه برگشتیم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود اما به خوبی میدانستم که او میداند در درون من چه گذرد سپس هنگامی که میخواستیم از هم جدا شویم و او میخواست وارد خانهشان شود رو به او کردم و پرسیدم کنراد چرا دیشب وانمود کردی که منو ندیدی بیشک منتظر چنین سؤالی بود با این همه از شنیدن آن یک که خورد سرخ شد و سپس رنگ از چهرهاش پرید شاید امیدوار بود که در این باره از او نپرسم از این رو با دستپاچگی چند جمله ای از این قبیل گفت اشتباه میکنی بیش از حد حساسی و نمیتونستم از پدر و مادرم جداشم اما من که گوشم به این حرفا بده کار نبود گفتم ببین کن راد. خوب میدونی که حق با منه فکر میکنی که نفهمیدم درست مواقعی منو دعوت میکنی خونتون که والدینت نیستن من باید تکلیف خودمو بدونم میدونی که نمیخوام دوستی تو را از دست بدم و دوباره تنها بشم اما فکر این که تو از معرفی من به پدر و مادرت خجالت بکشی رنجم میده باید منو درک کنی من نمیخوام که با خانوادت رابطه نزدیکی داشته باشم اما حداقل یه بار پنج دقیقه هم که شده باید پدر و مادرت رو ببینم تا توی خونت خودم و غریبه و مزاحم حس نکنم از این گذشته ترجیح میدم تنها باشم و تغییر نشم من برای خودم به اندازه همه هوهنفیلس های عالم ارزش قائلم و به کسی اجازه نمیدم که تغییرم کنه حتی اگه شاهزاده یا کنت باشه نزدیک بود گریه بگیرد و اگر کنراد به حرف نیامده بود توان ادامه دادن نداشتم او گفت میدونی که اصلا نمیخوام تغییرت کنم تو تنها دوست منی و تو رو بیشتر از هر کس دیگه ای دوست دارم چطور ممکن از دوستی با تو خجالت بکشم چطور جرأت میکنی همچه حرفی بزنی گفتم بله حرفاتو باور میکنم اما چرا دیشب رفتار طور دیگه ای بود؟ میتونستی یک کلمه با هم حرف بزنی یا حتی سری تکون بدی و لبخندی بزنی چرا جلو پدر و مادرت رفتارت تا این حد تغییر میکنه؟ راستشو بگو حتما دلیلی داره کنراد لحظه ای دو دل بود سرانجام گفت یادت باشه خودت این بحثو پیش کشیدی پس گوش کن همونطور که فهمیدی من جرأت نکردم تو را به پدر و مادرم معرفی کنم و به همه مقدسات قسم میخورم که دلیلش این نیست که از دوستی با تو خجالت میکشم بلکه دلیلی خیلی ساده تر و ناخوشایندتر داره مادر من از یه خانواده سلطنتی لهستانیه قرنها این خانواده ها یهودی رو آدم به حساب نمی و ازشون متنفر بودن و اونها رو پست می مادرم با اینکه تا حالا با یه یهودی روبرو نشده از اونا میترسه. اگه فرزند در حال مرگ باشه بعید میدونم که تبابت پدر تو رو قبول کنه. نسبت به تو حسادت میکنه چون به عنوان یه یهودی با پسرش دوست شدی. فکر میکنه که آشنایی من با تو حیثیت هوهنفلس رو لکهدار میکنه. از این گذشته از تو میترسه. فکر میکنه که تو اعتقاد مذهبی منو سست کردی و منو قربانی توتهای شیطانی خودت میکنی. نخند. من در این باره باهاش بحث کردم اما او فقط تکرار میکنه پسرک بیچاره متوجه نیستی که توته های اونا در تو اثر کرده دیگه داری مثل یه یهودی حرف میزنی اگر راستش بخوای برای هر ساعتی که با هم بودیم کلی مبارزه کردم دیشبم جرأت نکردم با حرف بزنم چون نمیخواستم تو رو برنجونم تو حق نداری منو سرزنش کنی به کنراد که مثل من آشفته بود خیره شده بودم با لکنت پرسیدن پدرت چی میگه؟ گفت در مورد اون قضیه فرق میکنه برای اون مهم نیست که من با کی رفت آمد میکنم اما از اینکه احساسات مادر مجریه دار کنه ناراحت میشه بعد ناگان داد زد اینطور مثل یه حیبون کتک من نگاه نکن مگه من مسئول رفتار پدر آمد رم هستم نمیتونی منو به این خاطر سرزنش کنی سپس آرام شد و با لحنی مهرامیز گفت هانس عزیزم این وضع خدا مقدر کرده من سعی میکردم اینا را از تو مخفی کنم اما باید میدونستم که مدت زیادی نمیتونم این کارو بکنم باید پیش از اینا بهت میگفتم اما تحمل اینو نداشتم که تو رو برنجونم با این حال همه تقصیر به گردن من نیست هانس عزیز تو از این آدمای خاکی بیش از حد توقع داری سعی کن منو ببخشی تا بتونیم بازم با هم دوست باشیم دستم را به طرفش دراز کردم. جرأت نمی کردم در چشمانش نگاه کنم. در حالتی بودیم که ممکن بود به گریه بیافتیم. هرچه باشد فقط شانزده سال من بود. کنراد در آهنی را که مرا از دنیای او جدا می کرد آهسته باز کرد. به طرفم برگشت و برایم دست تکان داد. اما من در جوابش حرکتی نکردم و بعد در را بست. میدانست و میدانستم که دیگر هرگز نخواهم توانست از آن مرز بگذرم و خانه هوهنفلس برای همیشه به روی من بسته میشد. دیگر هرگز مرا به خانهشان دعوت نکرد و من از این ظرافت او بسیار سپاسگزار بودم. اما تغییر دیگری در رابطمان دیده نمیشد. همچون گذشته یک دیگر را می دیدیم و او به دیدار مادرم می آمد. هرچند که فاصله این دیدارها بیشتر میشد. هر دو می دانستیم که دیگر وضع به حالت گذشته بر نخواهد گشت. و زوال دوستی و افول دوران کودکی من آغاز شده است پایان کار چندان طول نکشید طوفانی که از مشرق برخواسته بود به سواب نیز رسید خروش آن آغاز شد و گردبادی عظیم شد که دوازده سال بعد فرو نشست و این هنگامی بود که سه چهارم اشتوتگارت نابود شده بود تعطیلات تابستان را با پدر و مادرم در سوئیس گذراندم و هنگامی که به سر کلاس برگشتم واقعیت تلخ برای نخستین بار پس از جنگ جهانی اول به دبیرستان ما پا گذاشته بود. تا هنگام فکر میکردم که این دبیرستان پایگاهی از علوم انسانی تلقی میشد که افکار عام پسند هرگز نتوانسته بودند در آن رخ نکنند و تکنولوژی و سیاست را در آن رسوخ دهند. در این مدرسه هنوز هومر و هوراس و ویرجیل بیش از همه اربابان جهان گذران اهمیت داشتند. درست است که در جنگ گذشته صد نفری از دانش آموزان مدرسه کشته شده بودند اما چنین مینمود که برای آن عده مرگ در راه وطن پیروی از سنتی کهن بود و نه چیز دیگری اما شرکت در گیر ودارهای سیاسی چیز دیگری بود چگونه میشد از ما توقع داشت در جریان رویدادهای روز باشیم در حالی که درس تاریخی که دبیرانمان به ما میآموختند هیچ کدام از رویدادهای بعد از سال 1870 را در بر نمی گرفت. برای این دبیران بینوا چگونه ممکن بود که طی دو ساعتی که در هفته در اختیارشان گذاشته میشد سر تا سر تاریخ یونانیان و رومیان باستان را مطرح کنند البته دیگر نمیشد آنچرا که در خارج از برج آج ما میگذشت ندیده بگیریم بر همه دیوارهای شهر پسترهای بزرگی به رنگ سرخ در مخالفت با پیمان ورسای و یهودیان دیده میشد. دیوارها پر از علامت صلیب شکسته و داس و چکش بود و کارگران بیکار راه پیمایی های طویلی در خیابان ها به راه می انداختند. اما همین که پا به مدرسه می گذاشتیم زمان متوقف می شد و سنت های کوهن رسمیت می آفد. در عواسط سپتامبر یک دبیر تازه تاریخ از راه رسید. شاید اولین دبیر اهل پروس بود که در مدرسه ما درس میداد. لهجه تند و بریده بریدش برای ما که به لهجه آرام و روستاییوار سواب عادت داشتیم غریب جلوه می کرد. درس خود را چنین شروع کرد. آیان دو نوع تاریخ داریم. یکی اون که فعلا در کتاب شما ثبت شده و یکی اون که به زودی اتفاق خواهد افتاد. درباره تاریخ نوع اول همه چی رو دونید. اما از نوع دوم هیچ اطلاعی نداریم چون بعضی نیروهای پلیدی که امیدوارم در بارشون براتون حرف بزنم نفعشون در اینه که شما رو در این باره بی اطلاع نگه دارن حال فعلا اسم این نیروها رو که در همه جا آمریکا، آلمان و به ویژه در روسیه فعالن نیروهای پلید میذاریم این نیروها که به نحو کم و بیش ماهرانهی ماهیت خودشون رو مخفی نگه میدارن در روش زندگی ما اعمال نفوذ میکنند و به اخلاق و میراث ملی ما ضربه میزنند میپرسین کدوم میراث ملی و من درباره چی میخوام حرف بزنم آقایون عجیب نیست که شما درباره میراث گرانبهایی که برامون به جا گذاشته شده چیزی نشنیده باشین بذارین براتون بگم که مفهوم این میراث در سه هزار سالی که گذشته چی بوده در هولوش 1800 پیش از میلاد مسیح برخی قبایل آریایی در یونان پدید اومدند. تا قبل از اون یونان که سرزمین کوهستانی فقیری بود و مردمانی از نژاد پس در اون زندگی میکردند دستخوش و رخفت و ناتوانی بودند. سرزمین مردم وحشی بود که گذشته و آینده ای نداشتند اما کمی پس از ظهور آریایی ها وضع به کلی تغییر کرد و همونطور که همه میدونیم یونان به صورت درخشان ترین تمدن بشریت در اومد. حالا ببینیم بعدها چی شد. همه میدونیم که بعد از سقوط امپراتوری روم دورانی از تاریکندیشی آغاز شد. آیا فکر میکنین تصادفی بود که کمی بعد از ورود امپراتوران جرمنی به ایتالیا رونسانس پدید اومد؟ احتمال قویتر اینه که خون جرمنی سرزمین های ایتالیا رو که بعد از سقوط روم ستربن شده بود باربر کرده باشه. آیا این تصادفیه که دو تمدنی که از همه بدترن کمی پس از اومدن آریایی ها زایده شده باشند؟ یک ساعتی در این زمینه حرف زد و با کمال احتیاط کشید تا از نیروهای پلید نام نبرد. اما همه می دانستیم که منظورش کیست و همین که از کلاس بیرون رفت جر و بحث بسیار شدیدی در گرفت که من از شرکت در آن خودداری کردم. اکثریت بچه ها معتقد بودند که آن حرفها مزخرف بوده است. فرانک داد زد درباره تمدن چینی چی میگین؟ تمدن مصر، تمدن اینکه ها در آمریکای جنوبی؟ مثل اینکه این احمق تا اسم اونها رو نشنیده. اما چند نفر دیگر از بچه ها گفتند که در تئوری دبیر تازه تاریخ حقایقی وجود دارد. در غیر این صورت ترقی اسرارآمیز یونان پس از ورود قبایل آریایی را چگونه میشد توجیه کرد اما علیرغم هر آنچه شاگردان درباره او و تهوری هایش فکر میکردند چنین به نظر میرسید که ورود دبیر جدید ناگان جو کلاس را به کلی تغییر داده است تا آن هنگام من با موضع گیری خاصی روبرو نشده بودم و هرگز با تعصب دینی یا نژادی با من برخورد نشده بودم. فردای روزی که معلم جدید به کلاس آمده بود هنگام ورود به مدرسه از پشت در کلاس سر و صدای جر و بحثی بسیار شدید به گوشم رسید شنیدم که میگفتند یهودی ها یهودی ها تنها همین کلمات را تشخیص دادم روشن بود که آن را با هیجان خاصی بر زبان میآورند در را باز کردم و جر و بحث یک بار قطع شد شش هفت نفر از بچه ها کنار هم ایستاده بودند و به من خیره شدند انگار برای اولین بار مرا می دیدند. پنج نفر از آنان سر جای خود نشستند. اما دو نفر دیگر چشم به چشم من دوختند. یکی از آنان بولاشر بود که به من و کنراد لقب کاستور و پولاک داده بود. و دیگری پسر تندخو و خشنی به نام شلس بود که شست کیلوی وزن داشت. بولاشر قهقه زد. از آن قهقه های و احمقانه که بعضی از آدمها در باغ وحش به هنگام دیدن یک میمون سر میدهند و شولتز با حالت کسی که بوی بدی به بینیش خورده دماغ خود را گرفت و به من خیره شد یک لحظه دو دل ماندم فکر کردم پنجاه درصد احتمال دارد که بتوانم آن هیکل سنگین را نقش زمین کنم اما میدانستم که این کار مسئله ای را حل نخواهد کرد جو دبیرستان بیش از اندازه زهراگین شده بود از این رو سر جای خود رفتم و نشستم و ظاهرا به بررسی تکالیفم مشغول شدم کنراد هم مثل من وانمود میکرد که به شدت مشغول کار خود است و متوجه نیست که در کلاس چه میگذرد اما بولاشر با دیدن اینکه من جوابی به شولتس ندادم جری شد و یک راست به طرف من آمد. داد زد. چرا نمیری فلسطین؟ مگه مالا اونجا نیستی؟ سپس اعلامیه‌ای کوچک از جیبش درآورد با آب دهان تر کرد و روی میز من چسبان. روی آن نوشته بود هموطنان بیدار شوید یهودیان آلمان را تباه کردند گفتم برش دار گفت خودت برش دار اما بدون که اگه بهش دست بزنی داغونت میکنی لحظه حساسی بود اکثر بچه ها از جمله کنراد از جای خود بلند شده و انتظار واقعی را میکشیدند این بار جای دودلی باقی نماند بین پیروزی و مرگ یکی رو باید انتخاب میکردم با تمام نیرو ضربه به صورت بولاشر زدم لحظه ای تعادل خود را از دست داد بعد به طرفم آمد هیچ کدام من تجربه درگیری تن به تن نداشتیم اما هرچه بود مبارزه میان یک یهودی و یک نازی بود و من خود را به حق میدانستم اما آن احساس پرشور به تنهایی برای پیروزی من کافی نبود خوشبختانه هنگامی که بولاشر میخواست مشتی به من بزند جا خالی دادم و او که تعادل خود را از دست داده بود لای نیمکت و درگیر کرد و درست همان موقع دبیر تاریخ وارد کلاس شد بولاشر بلند شد و در حالی که اشک عجز گونههایش را خیس میکرد مرا نشان داد و گفت شوارتس به من حمله کرد دبیر نگاهی به من انداخت چرا به بولاشر حمله کردین؟ در حالی که از خشم میلرزیدم گفتم برای اینکه بهم توهین کرد دبیر پرسید مگه چی گفت جواب دادم بهم گفت برم به فلسطین دبیر با لبخندی گفت آها فهمیدم اما اینکه توهین نیست شو عزیز برعکس یک توصیه دوستانه است حالا برید بشینید و بیرون از کلاس هر قدر خواستید همدیگر بزنید اما بولاشر یادت باشه که باید صبر داشته باشیم به زودی همه ای مسائل ما حل میشه پس از تعطیلی مدرسه منتظر ماندم که همه بروند هنوز ته دلم امیدوار بودم که کنراد هوای مرا داشته باشد و در موقعی که به اون نیاز داشتم دلداریم بدهد. اما از مدرسه که بیرون رفتم خیابان سرد و خلوت بود. از آن هنگام به بعد خود را از او کنار کشیدم. زیرا به صلاح او نبود که ما را با هم ببینند. دوباره تنها شده بودم. به ندرت کسی به من حرف می زد. ماکس از هم که از چندی پیش یک به شکسته روی کت خود نصب می کرد دیگر از من برای انجام حرکات نمایشی دعوت نمی کرد. به نظر می رسید که همه مرا از یاد بردند و روند طولانی و دردناک ریشکن شدن از خاک وطن برای من شروع شده بود. یک روز در اوایل دسامبر که خسته به خانه برگشته بودم، پدرم مرا به مطبش برد. در آن شش ماهی گذشته پیر و شکسته شده بود. گفت، بشین هانس، باید باید حرف بزنم. چیزی که میخوام بگم شاید ناراحتت کنه. من و مادرت تصمیم گرفتیم که تو رو برای مدت کوتاه با آمریکا بفرستیم تا این طوفان آروم بگیره. فامیلامون در نیویورک ترتیبی میدن که بتونی به دانشگاه بری. این به صلاح توه. میتونم تصور کنم که توی مدرسه‌تون به چه وضعی دچاری. مطمئن باش که جداییمون زیاد طول نمیکشه. هموطنانمون در عرض چند سال سر عقل میان. اینجا وطن ماست و اجازه نمیدیم که یه اتریشی کثیف اونو از چنگ ما در بیاره من پیرتر از اونم که بخوام یه زندگی تازه شروع کنم اما تو جوونی و میتونی خب مخالفت نکن و حرفشو هم نزن چون غصه ما رو بیشتر میکنه تو رو خودش چیزی نکن روز عید میلاد مسیح مدرسه را ترک کردم و در نوزده ژانویه یعنی روز تولدم راهی آمریکا شدم آن روز تقریبا یک سال از انگامی که کنراد وارد زندگی هم شده بود میگذشت. دو روز پیش از سفر دو نامه به دستم رسید. یکی از نامه ها به صورت شعر بود و بلاشر و شولتز آن را نوشته بودند. جود جان خدا نگهدار تو به زودی در جهنم باشد سر و کار تو. متن نامه دیگر چنین بود. هانس عزیزم، نوشتن این نامه برایم مشکل است. پیش از هر چیز باید بگویم که تا چه از رفتن تو به آمریکا متأسفم و ناراحتی تو را از رفتن به کشوری که هیچ وجه اشتراکی با آن نداریم درک میکنم اما شاید این عاقلانه ترین کار باشد آلمان فردا با کشوری که من و تو میشناختیم متفاوت خواهد بود کشوری تازه تحت فرماندهی مردی که سرنوشت جهان در چند قرن آینده را مشخص خواهد کرد تعجب میکنی اگر بگویم که من به این مرد اعتقاد دارم تنها او می سرزمین محبوب ما را از خطر مسون بدارد. میدانم تو موافق نیستی، اما باید بین استالین و هیتلر یکی را انتخاب کنیم و من هیتلر را ترجیح می دهم. شخصیت و صمیمیت او بر من تأثیر گذاشته است. اخیرا که با مادرم به مونیخ رفته بودیم با او آشنا شدم. از نظر ظاهر مردی عادی است، اما کافی است به گفتهایش گوش دهی تا مجذوب اراده آهنین، سلابت فکری، و دوراندیشی پیامبرانه او بشویم هنگامی که از او جدا می شدیم عشق در چشمان مادرم حلقه زده بود و گفت این مرد رو خدا برای ما فرستاده نمیدانم چطور تأسفم را از اینکه در آلمان تازه برای مدتی جایی برای تو وجود ندارد بیان کنم اما دلیلی نمی بینم که بعدها برنگردی آلمان به آدمهایی چون تو نیاز دارد و مطمئنم که پیشوا میان عناصر خوب و ناساله یهودی فرق میگذارد میدانم که رنجی است بزرگ ترک میهن گفتن خوشحالم که پدر و مادرت میمانند کسی متعرض آنها نخواهد شد شاید روزی دوباره زندگی ما را سر راه هم قرار هانس عزیز تو بر زندگی من تأثیر بسیار گذاشتی به من فکر کردن و شک کردن را آموختی و یاد دادی که با همین شک کردنها ها سرورمان عیسی مسیح را دوباره باز یابم دوست تو کن را گونه بود که به آمریکا آمدم و از سی سال پیش ساکن این کشور شدم پس از ورود به کالج رفتم و سپس در دانشگاه هاروارد حقوق خواندم از این رشته بدم میامد دلم میخواست شاعر بشم اما پسرموی پدرم تحمل شنیدن این مزخرفات رو نداشت و گفت شعر؟ نکنه فکر کردی شیلری؟ میدونی در آمدی شاعر چقدره؟ اول حقوق میخونی و بعد در اوقات فراغتت هر از دلت خواست شعر میگی این بود که به دانشکده حقوق رفتم در بیست و پنج سالگی وکیل شدم و با دختری از اهالی بستان ازدواج کردم که در حال حاضر از او یک فرزند دارم از نظر حرفه میتوان گفت که وکیل موفق و سرشناسی هستم و اکثر کسانی که مرا میشناسند بر این اعتقادند ظاهرا حق با آنهاست در زندگی چیزی کم ندارم یک آپارتمان در نیویورک چند اتومبیل و یک خانه ییلامی دارم و دیگر چیزایی از این قبیل اما خودم میدانم که چه کم دارم هرگز موفق نشدم کاری را که واقعا دوست داشتم انجام دهم یعنی یک کتاب خوب و یک شعر زیبا بنویسم در آغاز جرأت نمی کردم چون پول نداشتم و حالا که پول دار شدم می ترسم که نتوانم چیزی بنویسم از همین روز که در عمق وجودم خود را آدمی ناموفق می دانم. البته فکر میکنم در نهایت همه ای ما در زندگی ناموفقیم با این همه نباید از زندگی ناراضی باشم تعداد دوستانی که دارم بر تعداد دشمنانم میچربد و لحظاتی پیش میآید که تقریبا از زندگی لذت میبرم هنگامی که غروب خورشید یا برآمدن ماه را تماشا میکنم یا هنگامی که چشمم به برف روی قله کوها میافتد موارد دیگری نیز هست که از زندگی هم احساس رضایت می کنم و آن هنگامی است که می توانم از نفوذ خود در راه پیشبرد آرمان حقانی همچون تصاوی نجادی استفاده کنم. پدر و مادر من درگذشتند. اما با کمال خوشحالی باید بگویم که گزارشان به اردوگاه های نازی نیفتاد. یک روز جوانی نازی جلوی مطب پدرم می و مقوای بزرگی را در دست می گیرد که روی آن نوشته مردم آلمان هوشیار باشید از یهودیان دوری کنید. پدرم یونیفرم افسری خود را به تن می کند و همه این نشانها و مدالهای خود را به سینه می زند و کنار مرد نازی خبردار می استد. کم کم جمعیت انبوهی دور آنان جمع می شود و مرد نازی متوجه می شود که در چه وضع مسخره قرار دارد. مردم در آغاز ساکتند تا اینکه صدایشان به اعتراض بلند می شود. اعتراض به مرد نازی و او کم کم به ساتش را جمع می کند و می و پس از آن هم کسی دیگری به جای او نمی آید. چند روز بعد در حالی که مادرم خواب بوده پدرم شیر گاز را باز می کند و به دینگونه هر دو می میرند. از زمان مرگ آنها تا حد امکان کوشیدم که با آلمانی ها سر کار نداشته باشم و تا کنون نگاهی به یک کتاب آلمانی حتی کتاب هولدرلین هم نیانداختم کوششم این بوده که گذشته را فراموش کنم البته خواه با برخی از آلمانی ها سر و کار داشتم و اینان کسانی بودند که به خاطر مخالفت با هیتلر به زندان افتاده بودند. پیش از آن که با آنها دست بدهم درباره گذشتشان پرسجو میکردم از کجا معلوم که مخاطب شما دستش به خون دوستان یا خویشاوندانتان آلوده نباشد. اما درباره کسانی که گفتم شکی وجود نداشت. با این همه حتی در حضور آنان نیز وانمود میکردم که حرف زدن به آلمانی برایم مشکل است. می شود گفت که تقریبا ناخداغا به حفاظ ایمنی متوسل می شدم تا بتوانم گذشته خود را فراموش کنم. طبعا زبان آلمانی را کاملا بیاد دارم و به راحتی با آن صحبت می کنم. اما از بکار بردن آن متنفرم. زخمی که بر دل دارم هنوز باز است و هر بار که به یاد آلمان می گویی گویی بران نمک می پاشند. روزی با مردی از اهالی وورتنبرگ آشنا شدم و از او درباره اشتوتگارت پرسیدم. گفت سه چهارم شهر ویران شده. پرسیدم از دبیرستان کارل الکساندر چه خبر؟ گفت نابود شده. پرسیدم کاخ هوهنفلس چطور؟ گفت اونم نابود شده. چنان به خنده افتاده بودم که نمی توانستم جلوی خود را بگیرم. مرد با تعجب پرسید به چی می این قضیه خنده نداره. گفتم هیچی همینطوری چه چیز دیگری می توانستم به او بگویم چطور می توانستم دلیل خندم را توضیح دهم در حالی که خودم هم نمیدانستم؟ امروز با دریافت نامه غیر منتظره از دبیرستان کار الکساندر همه این خاطرات در دلم زنده شد این نامه با جزوهی هاوی چندین نام همراه بود و در آن از من دعوت شده بود که با کمک مالی در اعداس بنای یادبودی برای دانش آموزان کشته شده در جنگ جهانی دوم سهمی به بگیرم نمیدانم نشانی مرا از کجا پیدا کرده بودند. نخستین واکنشم هم این بود که آنها را توی سطل زباره بیاندازم. برای چه به خاطر مرده های خودشان مزاحم من می شدند. این بخش از زندگی من هرگز وجود نداشته. من 17 سال از زندگیم را دور ریخته بودم و هیچ چیز از آنها نمیخواستم اما آنان از من توقع کمک مالی داشتند اما سرانجام نظرم عوض شد و نامه را خواندم. چهارصد نفر از دانش آموزان در جنگ کشته یا ناپدید شده بودند نام های آنان به ترتیب الف آمده بود نگاهی به آنها انداختم اما کوشیدم چشمم به حرف ه نیفتد چند نفر از همکلاسی هایم در روسیه کشته شده بودند اما فقط نامشان را بیاد می آوردم و بیافه آنها در خاطرم نمی آمد. و اینها کسانی بودند که سالها با آنان آشنا بودند کسانی که روزی زنده و سرشار از امید بودند و چون من میگفتند و میخندیدند و زندگی میکردند فرانک کورت آری او را به خاطر میآوردم یکی از سه عضو دسته خاویار بود پسر خوبی بود و دلم برایش میسوخت اما در مورد بولاشر کشته شده محل دفن نامعلوم قضیه فرق میکرد حقش بود اگر کسی واقعا سزاوار کشته شدن بود همو بود البته همه بحث ها درباره این کلمه اگر است شلسم هم همینطور چه خوب آن دو را به یاد میآورم شعرشان را فراموش نکرده بودم جود جان خدا نگهدار تو به زودی در جهنم باشد سر و کار تو ولی حقشان بود البته اگر واقعا کسی سزاوار کشته شدن باشد به استثنای حرفه بقیه این لیست را نگاه کردم و در نتیجه دانستم که از و شش نفر هم هایم 26 نفر فدای رژیم رایش شدند. لیست را زمین گذاشتم. ده دقیقه و بعد نیم ساعت صبر کردم بیان که بتوانم چشم از آن صفحات بردارم. صفحاتی که از دوزخ ما قبل تاریخ زندگی من نشان داشت و اکنون به دنیای من راه یافته بود تا خاطرم را پریشان کنند. کمی کار کردم. به چند نفر تلفن کردم اما هنوز نه داشتم که در آن لیست به دنبال نامی که بسفسم بس هم میکرد بگردم و نه موفق میشدم خود را از شر این وسوسه رها سازم سرانجام تصمیم گرفتم آن اوراق شوم را بلند کنم آیا واقعا دلم میخواست که بدانم او زنده یا مرده است چه فرقی برایم داشت چون در هر حال دیگر او را نمیدیدم اما آیا مطمئن بودم که او را هرگز نخواهم دید؟ مگر نه که حتی در همان لحظه گوش به در داشتم تا شاید صدای پای او را بشنوم جزو را برداشتم تا آن را پاره کنم اما در آخرین لحظه به خود جرأت دادم با تن لرزان به سراغ حرف هی رفتم و چنین کندم. فون هوهنفلز کنراد شرکت در توطعه علیه هیتلر اعدام